شاگردای عزیز، السلام علیکم. لکچر 12 است. در لکچر 12 ما سوالا را کار میکنم. امیدوار هستم که شما اینا را تمرین بکنین. تا زمانی که لکچرهای قبلی را خوب تمرین نکردین، استپ به استپ پیش نامدین، این لکچرها را تعقیب نکنین که براتون ثقیل است. این لکچرا برای شما زمانی آسان است که لکچرهای قبلی را باید تعقیب کرده باشین و تمرین کرده باشین. ببینیم، باز هم دوباره شروع میکنم. سوال یک، میخوایم بگویم که منفی دو بتاوان منفی سه مساوی به چی میشه؟ اول این تاوان مثبت میسازیم، نوشته میکنم کل اجر میارم در مخرج، از یک بر چی میشه؟ منفی دو به تاوان مثبت سه. از کدام فرمول استفاده میکنم؟ از این فرمول استفاده میکنم. ببینید، x به تاوان منفی n بر y به تاوان مثبت m. وقتی که تاوان منفی باشه، ای را به کجا می آوردیم؟ به مخرج می آوردیم. ای را انتقال میتیم به مخرج تا تاوان مثبت شود. این میره کلشه انتقال میتیم با مخرج که مخرج یک است و در صورت یک میماند. در اینجا انتقال میتیم تا تاوان چه شد؟ مثبت شود. حالا چه کار میکنیم؟ یک بار ببینید، منفی و تاوان تاق، اینی فرمول، منفی یک و تاوان دو ان منفی یک، منفی یک میشه. هر وقتی که تاوان تاق باشه، عدد منفی جوابش منفی میشه. اگر تاوان جفت باشه، از منفی مثبت میشه. چون تاوان تاق است، اینی منفی و تاوان تاق منفی میشه. دو و تاوان سه را میفهمین که دو ضرب دو ضرب دو مساوی یک بر منفی هشت میشه. دو دو چار، دو چار هشت. جواب به این شکل میبره که مثبت تقسیم منفی منفی میشه، یعنی در حقیقت منفی یک بر هشت جوابش میشه. سوال دوم، اگر ما داشته باشم باز هم در مورد منفی، منفی یک به تاوان 99 چند میشه؟ منفی به تاوان عدد تاق 99 عدد تاق است، مساوی میشد با منفی یک. جوابش راستن منفی یک میشه. اگر سوال سه، اگر ما داشته باشم x به تاوان 2 ضرب x به تاوان 0 ضرب x به تاوان منفی 6 داشته باشم، محاسبه میکنم. اول خب میتونم بسیار آسانی را محاسبه کنم. یکی از اکس ها را بگیرم، تاوانا را جمع کنم. دو جمع صفر، یعنی دو جمع صفر جمع منفی شش، این قسم. از کدوم فرمول استفاده کنم؟ از این فرمول، اکس با طاقت ام ضرب اکس با طاقت ام. هر زمانی که دو دانه اکس قایده ها مشابه باشه ضرب شوه، تاوانا جمع باشه منفی باشه، جمع بود جمع میشه، اگر منفی بود منفی میشه. یعنی به اساس ازی که اینجا x با تاوان n جمع m بود به این فرمول، اگر این منفی باشه این منفی میشه. و همی خاطر جمع است، جمع صفر صفر منفی است منفی به این شکل. به اساس این فرمول این رو باید بیاد داشته باشیم. مثلا x با طاقت از 6 که 2 بره طبیعی کلتان میفهمید منفی 4. اگر این رو من مثبت بسازم، از این فرمول استفاده میکنم، این رو به مخرج بیارم، مخرج از یک هست، میگیم یک بر x به طاقت مثبت 4، این از اینجا مخرجش یک هست، میارمش به مخرجش و تاوانش چه میشه؟ مثبت میشه. به این شکل آخرین جوابش پیدا میشه 4. اگر من سوال داشته باشم که x به طاقت 2 کل به طاقت منفی 3 ضرب x به طاقت 4 کل به طاقت مثلا منفی 1 این رقم باشه، چگونه حل میشه؟ اول خب میتونم از این فرمول استفاده کنم، آسان، x به تاوان n کل به تاوان m، تاوانا ضرب میشه، از این فرمول استفاده میکنم. یعنی به این که این میره از اون فرمول استفاده میکنم، نشته میکنم که x به طاقت دو ضرب منفی سه، اول منفی هایش ضرب میکنم، منفی علامه مثبت ضرب منفی منفی دو سه شش، و این میگم که x به طاقت منفی ضرب مثبت منفی یک چار چار، این تو ضربش میشم تا
تا اونا ضرب به اساس این فرمول. بعد از این به اساس اینی فرمول، اینی فرمول نشته میکنم. قاعده ها یک چیز است، تا اونا منفی است منفی میکنم، جمع از جمع، یعنی مثل که اینجا جمع شده اینجا میشه منفی 6 منفی 4 مساوی x به توانه منفی 6 منفی 4 منفی 10. خب منفی 10 را مثل زی میتونم در مخرج بیارم، نشته میکنم که مساوی 1 بر x به طاقت مثبت 10. به این شکل سوال حل میکنم. به همین قسم سوالایی است که باز ادامه بتون برش. مثلا ببینین، سوال پنجم. در سوال پنجم اگر داشته باشی مثلا 3x به توان منفی 2 y بر 4x به توان منفی 3 y به توان منفی 2 به طور مثال داشته باشی، ما اول باید تاوانا را مثبت بسازم. ببینید مثبت بسازم، این تاوان را مثبت بسازم، باید با مخرج بیارم، این تاوان را مثبت بسازم، به صورت ببرم. سعی کنید سه در جایش تاوانش مثبت یک است، این کار نداریم. وای در جایش ایرم کار نداریم. چهار در جایش ایرم کار نداریم. و چی کار داریم؟ دیگر این مثبت ها خمیستن، این مثبت یک است در جایش، تاوان این مثبت یک است در جایش، تاوان چهار مثبت یک است در جایش. این که تاوانش منفیست این را از یه پاک میکنم، میم اینجا نشته میکنم مثبت میشه، از یه به یه مخرج. این که تاوانش منفیست از یه پاک میکنم، میبرم x با تاوان مثبت 3 نشته میکنم. تاوان از این که منفیست میبرم این با بالا y با تاوان مثبت 2 نشته میکنم. اگر در پایان تاوان منفیست میبرم بالا مثبت نشتهش میکنم، اگر در بالا تاوان منفیست پاکش میکنم، میارم در پایان در حالت ضرب با مخرج نوشته بکن تاوانش مثبت میسازم. بالاخره اینه این از کدام فرمول استفاده کردیم؟ امی تاوانا را از اینی فرمول x به تاوان منفی n و مثلا y به تاوان منفی m n از این فرمول که ایره به مخرج ایره به صورت تا تاوان چه شود؟ مثبت شود. حالا نگاه کنین x ey دو تا y سه در جایش x در جایش، اما ای وای و ای وای باید ضرب شود. یک وای میگیریم، تاوان از یک است، از این دو سه میشه، یک جمع دو سه. اینی فرمول است x با تاوان n ضرب y با تاوان m، ببخشین x با تاوان m که x با تاوان n جمع m. اینی فرمول وای وای هر دوش مشابه است، یک شه میگیریم، تاوان از این تاوان از یک، یک دو سه، ایجا خودش چهار x به طاقت دو. ببینیم این جام x این جام x، میتونیم که ایره ایره قمل کنیم، یعنی به این معنا. خب نگاه کنیم، دو دانه x به دو دانه x صورت خلاص میشه، مساوی میشه و 3 y به طاقت 3 خودش 4 بر 4 بر 4 x x x. دو تا x ایجاست، 3 تا x ایجاست، این دو دانه و 3 دانه به دو دانه خلاص میشه، تنها یک x میمونه. من این سوال در ششم توضیح میتونم، مفصل توضیح میتونم. ببین x به تاوان 3 بر x به تاوان 2 چگونه حل میشه؟ اتو حل میشه چندین قسم حل میشه. ببین یک طریق یکش x ضرب x ضرب x، ای هست یا نیست؟ بله، تعریف طاقت میگه ای چی هست؟ x ضرب x هست، دو دفعه ضرب میشه، یکش و یکش خلاص، دیگهش و دیگهش خلاص، های چی مون؟ اکس مون اونجا نشته کنم اکس. طریق دوم، طریق دوم ببین اکس به طاقت 3 بر اکس به طاقت 2 دیگه طریق حل میکنم، اینو میبرم با بالا اکس به طاقت 3 ضرب اکس به طاقت منفی 2، همین که از پایان با بالا انتقالش میتونم، علامهش مثبت است منفی میشه، اگه با مخرج بیارم علامه تغییر میکنه، منفی بود مثبت، مثبت بود منفی، به این خاطر مخرج یک میمونه. این رو ببینیم، یک تا اکس هم میگیرم تا اونا رو جمع میکنم، سه منفی دو اینه به اساس اینی فرمول ضرب میکنم، در ضرب تا اونا جمع یا تفریق میشه، جمع بود جمع منفی بود منفی، مساوی اکس به تاوان یک از سه که دو بره یک، یعنی باز هم
سوال جوابش پیدا شد. دیگه قسمت میکنم شش. دیگه زبر x به طاقت 3 بر x مربع، این رو نشته میکنم صورت x مربع ضرب x بر x مربع، اتو میتونم نشته کنم و خاطر این دوتاره که ضرب کنیم 2 1 3 میشه. خیلی x مربع و x مربع خلاص مساوی به x. بنابراین من چند طریق حل میکنم، اما آسان ترش بود بالاخره نتیجه را دیجه ایتو میگیرم، میگم 3 دانه x در صورت است، 2 دانه x در مخرج است، 2 دانه ازی به 2 دانه ازی که خلاص شود 1 دانه x میمونه. طریق حلش هم همی است. شاگردای عزیز، تا زمانی که شما قلم و کاغذ نگیرید تمرین نکنید و سوالا با آسانی حل نمیشه. والدین محترم، لطفاً حتمی و ضروری این لکچرا را بالای شاگردایتان از اول تعقیب کنید، اول دوم و سوم تمرین کنید سرشان تا به اینجا برسه. اینجا را وقت لکچر 12 را سرشان کار بکنید که لکچر 11 را کاملا فهمیده باشه، تمرین کرده باشه در روی کاغذ و هیچ مشکل نداشته باشه. حالا من اینجا چند تا سوال خانگی براتون نوشته میکنم، سوالهای خانگی را حل بکنید. ببینین سوال خانگی تان بگیریم یاد داشت، من همی حالا نوشته میکنم. مثلا شما را میتونم سوال افت خانگی میتونم حل بکنیم که منفی یک به تاوان 101 چند میشه، ایره پیدا کنیم. اشت محاسبه کنیم که منفی 2 به تاوان 3 چند میشه، ایره محاسبه کنیم این چند میشه. 9 محاسبه کنیم که منفی 3 به تاوان منفی 2 چند میشه، این چند میشه. 10 محاسبه کنیم که x به تاوان منفی 2 کل به تاوان 3 این چند میشه، این رو محاسبه کنیم. سوال 10. سوال 11 محاسبه کنیم که x به تاوان منفی 2 و y به تاوان 3 بر x به تاوان منفی 4 و y به تاوان منفی 1 کل و تاوان منفی 2 این چند میشه. این سوالا را شما حل بکنین و 100% اینا را تمرین بکنین، مشروط به اینکه 6 سوال اول تمرین کرده باشین. باز شروع کنین با تمرین این سوالا و لکچر 13 را تعقیب کنین. سمفیر 13 باز هم طاقت است.